آصف که خانومم اومد، حالا میتونیم شروع کنیم. نوش جونتون. اگه اجازتون باشه کیراز میخواد یه چیزی بگه. از این که بی اجازه رفتم تو اتاقتون معذرت میخوام. عیب نداره، پیش میاد، ولی منم از این که ترسوندمت عذر میخوام. زیاد عادت ندارم تو خونم غریبه ببینم. خب جنت خانم، دیگه مشکلی نیست، حالا خیالتون راحت شد؟ مگه نه؟ امیدوارم بتونیم جبران کنیم. استغفرالله. فعلا مشکلم اینه که بتونیم یه خونه پیدا کنیم. اگه اجازتون باشه ما میخوایم دیگه رفع زحمت کنیم. جنت خانم، شما تازه اومدین تو این شهر، خونه پیدا کردن آسون نیست. خواستین آرتین واسهتون پیدا میکنه. تازه این خونم خیلی بزرگه، اینجا مزاحم کسی نیستین. نگران نباشین جنت خانم، بسپارین به من. تو محله ما یه خونه اجاره‌ای هست، میتونین اونم ببینین. ایلماز، تو نهاد ما یه بخش هست که به خانمای بی سرپرست کمک یا همکاری میکنن، حتی میتونن بهش یه خونم بدن. به نظر من یه سر بزنین. خوب میشه که خونشون نزدیک دانشگاه بشه. اینجا واقعا شهر شلوغیه. دیدین که امروز کل روزا تو ترافیک بودیم. آره، همش به خاطر ما بود. بازم ممنونم، خیلی زحمت کشیدین. نه بابا، این چه حرفیه؟ دیگه کم کم به همه چی عادت میکنین، تازه اومدین. پسرم اینجوریه دیگه، همیشه اینقدر مسئولیت پذیره. سفگی جون، پسرمون یه جنتلمنه. ما تو ایستگاه وایستاده بودیم که راهو پیدا کنیم. خیلی خوب باشه، یعنی از این توضیح بدی. خوب شد ما را دیدی. ما خودمون میدونستیم چجوری بریم، ولی نمیدونستیم چجوری برگردیم. خب تا سوپتون سرد نشده بخورین. نوش جونتون. پسرم معلوم هست داری چی کار میکنی؟ همه ی حواست به گوشیته، نکنه قراره کسی زنگ بزنه. خدا میدونه پلیس کت خدا رو گرفته یا نه. چی؟ پلیس؟ با اون عوضی چی کار دارن؟ خب شاید پلیس یه وقتایی یه چیزایی رو بفهمه. اینا باشه ای بابا، اون که تا الان فرار کرده رفته. آره فرار کرد، ولی این دفعه رو نمیتونه فرار کنه. آره انشالله. یعنی میخوای انتقام بابا تو اینجوری بگیری نه شیر پسرم؟ قبل از چهلم بابام سربلند برمیگردیم روستامون. ببین اونایی که واسه ختم نیومدن دونه دونه میان تسلیت میدن. بابات به اونه چه بدی کرده؟ هیچی، بابات بدیش فقط به من رسید. من اون وقتایی که هنوز خیلی جوون و سرحال بودم اونو واسم هوو برد. نمیدونم، شاید دوستش داشت یا نداشت، خدا میدونه. من نمیدونم، به من که خیلی ظلم کرد، خیلی ظلم کرد. من که یادم نمیره. اگه کس دیگه ای جای من بود حلالش نمیکرد. اما ببین، ازش یه شیر پسری مثل تو دارم. خیلی وقت بخشیدمش. چه خبر ابراهیم؟ پلیسا چرا اومدن؟ اومدن دنبال کت خدا. خب چرا؟ به خاطر قاچاق، معلومه دیگه. یکی لوش داده. کی کت خدا رو لو داده؟ نمیدونه. Oh!
ای خدا چه خاکی تو سرم کنم، شوهرمو بردن. ای خدای من، ببینی چرا کس خدا رو میبرم؟ چرا دارم میبرم؟ هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه، مگه نه بابا؟ امروز روز خیلی طولانی بود. ملیسا میاد، یادم رفت بهت بگم. این مهمونی واسه چیه؟ مهمونی ملیسا است؟ نه بابا جون، این مهمونی رو من گرفتم. جشن برگشت ملیسا به کشور. ایناهاش اومد. صاحب کار من باز میکنم، بعدش میرم تو اتاقم. شب بخیر دخترم. شب بخیر بابا. خوش اومدی ملیسا. ممنونم اما آرتیم. لیلا کجاست؟ تو آشپزخونه منتظرت. خیلی ممنون. قهوه درست کنم؟ نه ولش کن، بذار برای بعد. خب چی کار میکنی؟ لیلا، از دمیر خبری نشد؟ دیشب بهش زنگ زدم ولی جواب قطعی بهم نداد. خب حالا مگه چی میشه اونم بیاد لیلا؟ لیلا یه کاری کن که بیاد، یه زنگ دیگه هم بزن، چی میشه مگه؟ باشه. چه خبر دمیر؟ همه چی مرتبه لیلا؟ دیشب جوابمو ندادی، فردا مهمونی میای دیگه نه؟ اگه مهمونی تو میبود حتما میومدم، اما میدونی که میونم با ملیسا خوب نیست. چی میشه بیای؟ هر چی نباشه اون تو رو دعوت کرده. خدا رو چه دیدی؟ شاید با هم آشتی کردین. واسه آشتی کردن باید قهر باشی مگه نه؟ اصلا ولش کن بی خیال، تو جای من ازش تشکر کن، بگو کم کار داشت نتونست بیاد. باشه؟ باشه. شب بخیر. شب بخیر. نمیاد؟ از موقعی که اون بیمارستان تو ناراحتی. اگه نمیشناختمت فکر میکردم به خاطر سیفگی اینجوری ناراحتی. ناراحتم، اما نه واسه سیفگی، به خاطر اینکه باعث اون حادثه ما بودی. مگه خواستی نبود که نمیره و دیوونه بشه؟ ببین دیوونه شد دیگه. تو درک نمی کنی زفر، واقعا درک نمی کنی. این حادثه به نفعش بود. ایلماز به اندازه یه پرستار داره بهش رسیدگی می کنه. تو به خاطر ایلماز حسادت می کنی؟ مسخره بازی در نیار. حواست هست دوباره رسیدیم به سر خط؟ باید یه نقشه درست حسابی بکشی، یه نقشه خیلی دقیق. یه نقشه توپ بکش، واسه من که فرقی نمی کنه. البته تا زمانی که بهم پول میدی. الان یکم کار دارم باید برم، فردا تو بیا پیش من یه نقشه میکشی. منم فردا خیلی کار ندارم، با خانومش میخواد بره رستوران، میزو من رزرو کردم. بگویم با من ای دل چه ها کردی، تو مرا با عشق او آشنا کردی. بیش از این زاری مکن، هوس یاری مکن. ادامه بده. نه داشتم واسه خودم میخوندم. به قول مامانم بخونی دلت خالی میشه. اینجوری از ته دل بخونی دلت خالی میشه. حق با توه. زخمای ما از اون زخمایی نیست که بشه با یه آهنگ از بین بردیش. خودت که میدونی، با چشمای خودت شرایطمو دیدی. راستشو بخواین شما خیلی خوش شانسین، میدونستی؟
بزرگترین شانسی که دارین اینه که مادری دارین که حاضر جونش هم واسهتون بده. راست میگی، مامانم تنها شانس زندگیمه. میدونی من تو زندگیم حسرت هیچی رو نخوردم. مثلا شما یه خونه دارین، اونم یه خونه شاهانه، اما من هیچ وقت نخواستم این خونه واسه من باشه. من با مامانم و آبجی هم میتونیم تو هر شرایطی زندگی کنیم، فقط کافی آزاد باشیم. زمرد، من میرم. ممنون که به حرفام گوش دادی. خواهش میکنم، شبت بخیر. سفگی؟ بله؟ عزیزم، چشمندم کجاست؟ تو کشو؟ گشتم نبود دیگه. ایلماس، اگه اینا رو بفرستیم یه هتل خوب بهتر نیست؟ نمیشه عزیزم، اینجا واسهشون امتره. نمیتونم که بهشون بگم که پاشین برین هتل، من پولشو میدم. میدونی که دختراش با دمیر خیلی صمیمی شدن. ممکنه بلایی که سر اونا اومده سر ما بیاد، اینطور نیست؟ نه درسته، حق با توه، اما ما سالهاست از فرشه که اون خانم بافته داره پول در میاریم. آره، ولی مگه تا حالا پول فرشاشو ندادیم؟ آره دادیم. اونا به پولشون نرسیدن، مقصر مایی. این که پولشونو دادیم دلیل نمیشه که ناسپاسی کنیم. ناسپاسی نکن، اما من تو این خونه یه پسر دارم. اگه نگرانشم لطفاً اینو درک کن. باشه، اما بدون بالاخره اونا هر جور که شده میره. باشه سفگی، بیا ببین، گوش کن، همه اینا تموم میشه. چیزی که الان واسم خیلی مهمه میدونی چیه؟ تو، خونوادمون و کسی که تو رو به این روز انداخته پیداش میکنم. داری جدی میگی؟ آره. به هم باور داری؟ معلومه که باور دارم. فقط یه چیزی ازت میخوام. میخوام تا وقتی که اون یارو رو پیدا نکردم به هم اعتماد کنی. قبوله؟ قبوله. مامان؟ بله. تو چرا اینقدر زود بیدار شدی؟ والا نمیدونم که از هیجان زدگیه یا ترسه این که دیر نشه. بیا بگیر، تو دانشگاه لازمت میشه. ممنونم. این اولین پول تو جیبیه که بهت میدم. خدا بهم قدرت کارو بده، نمیذارم محتاج هیچ کس بشین عزیزم. مامان، نمیذارم این همه تلاش تو اعتمادت به من حیف بشه. بهت قول میدم. دخترم یواشتر که خواهرت بیدار نشه. دخترم یواش یواش یواش. دختر خوشگلم، مو فرفری خودم، روزای بعد میگذره، تمومش میگذره. ببین چقدر زود گذشت. تو دانشگاه میری، منم میرم سر کار. نه مامان، منم بمونم خونه و از بچه ها پرستاری کنم. اوی دخترم عزیزم، فقط واسه یه مدت کوتاه، فقط واسه چند وقته. به هم کمک کن دختر خوشگلم. زود باشین بخوابین، یالا بخوابین دیگه. بودو یالا یالا، بودو 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 دیگه. موفق باشی مامان جون، خودتو خسته نکن. آبجی دستتو امانت باشه، برو بخواب عزیزم.
مامان، انرژی داری یا نه؟ باید بریم اونجا. انرژی دارم یا نه چه فرقی میکنه پسرم، حالا که افتادیم تو این مسیر؟ وای وای چه شهر بزرگیه. اول تو رو میرسونم هتل، بعدش میرم به کارهای خودم میرسم، نگران نباش. ای ماشاءالله به این پسرم، همیشه همین طوری جوان مرد باش، بدون که هیچ وقت بد نمیبینی. بریم مامان. مهمونی میری دیگه نه؟ این یه مهمونی خونگی نیست، بیرون گرفتن توی یه رستوران. آره میام، چرا نیام؟ صبح بخیر. اینو ببین، قبل از صبحونه بلند شده اومده اینجا. اونو ولش کن، اون پارتی داره، باهاش کاری نداشته باش، خودت ضرر میکنی. صبح بخیر. خسته نباشین. صبح بخیر. ممنون. صبح بخیر. بازم زنگ زدن. صبر کن دارم میام. بله لیلا، زنگ زدم که حتما بیای، اعتراضم نداریم. دوباره دیگه بهت زنگ نزنم که بیای. یا باشه لیلا، باشه میام. باشه، پس منتظرتم. کیراز، میدونی من یه وقتایی از زندگی خیلی میترسم. شاید باورت نشه منم میترسم. فکر میکنم پرنده ها نمیپرن، کسی از کنارمون عبور نمیکنه، یه جایی هستیم که هیچ احدی ما رو نمیبینه، هیچ کس ما رو یادش نیست، انگار اصلا از اول نبودیم. اگه فراموش بشیم بهتره، من از این میترسم که هیچ وقت فراموشمون نکنم. اون وقتا فقط به مامان فکر کن، به من که روحیه میده. ما که خیلی مشکلات داریم آبجی، مامان چجوری میخواد از پسش بر بیاد نمیدونم. پس من و تو اینجا چی کاره ایم؟ ما هم کمکش میکنیم، همه با هم از پس مشکلات بر میاییم. صبح خیر دخترم. کسی بینتون هست که بخواد یه لیوان آب دستم بده؟ لیوان تو بده. نه بابا، شوخی کرده، ممنون. چرا امروز اینقدر شما ها دیپرسین ها؟ اوه چه خبره؟ پس امشب آماده باشی که با هم بریم یه مهمونی بزرگ. مهمونی چی؟ نه همین جوری که نمیشه. چرا نشه؟ لیلا چند دقیقه پیش دوباره به ام زنگ زد، شما رو هم دعوت کرده، همه با هم میریم باشه؟ نه بابا، ما امشب دعوتیم. آبجی اگه ما بریم چی میشه؟ بریم. کیراز نمیشه، ما رو چه به این مهمونی؟ تازه ما نمیتونیم به مامان خبر بدیم، نمیشه. دمیر تو از طرف ما ازش تشکری کن. نگران نباش، من با جنت خانم حرف میزنم باشه، تا اون موقع شما هم آماده بشین باشه. یالا دیگه. آبجی تو رو خدا بریم، میریم و زود برمیگردیم. کیراز نمیشه، اونجوری مجبوریم به مامان دروغ بگیم، نمیشه. مامان اصلا نمیفهمه، تا وقتی مامان از سر کار برمیگرده میریم و میاییم. آبجی تو رو خدا بریم. زلفیه، اون لباس آبیم کجاست؟ آه سیبگی خانم، اون روز که با عجله رفتیم مزرعه، اونو یادم رفت،
راستش تو خوشروی جا موند. خودتون رو ناراحت نکنید. الان میرم میارمش. باشه باشه، مهم نیست. اون روز مثل یه طوفان گذشت، تموم شد رفت. اون دختر کوچیکه که لباسمو پوشیده بود، یادت هست یا نه؟ آره. اون لباسمو به همون دختره بدین. باشه. این چه وضعیه؟ بلش کن مامان. سلام عرض شد. علیکی سلام، بفرمایید. داداش یه اتاق میخواستیم. چند روز میخواییم بمونیم؟ نمیدونم، شاید یکی دو روز. شماره 15. فقط حساب الان تسویه کن. چقدر میشه؟ 100 تا. اتاق کدوم طرفه؟ بفرمایین از این طرف. بریم مامان. پسرم چرا لباسات عوض نمی کنی؟ پاشو دیگه. مامان اینجا هتل. هتلم که باشه، پاشو ببینم دست و صورتتو بشور و یه آبی بزن به سر و صورتت، لباساتم عوض کن. این چه وضعیه؟ چرا انقدر عجله داری؟ هیچی، پول واسمون نمونده. باید یه کاری کنم، لباسام عوض میکنم. اول برم اینا رو نشون بدم. کجا میخوای بری؟ به کی میخوای نشون بدی؟ گیر نده مامان، انگار بهت بگم میفهمی. میخوام برم سلطان احمد، از اونجام گالاته. فهمیدی؟ نه نفهمیدم. آی ماشاءالله به این بچه زرنگم. تو یه روز همه استانبول بلد شده. الهی مادر قربون اون قد و بالات بشه. خدایا خودت بهمون کمک کن که از شر اینجا زودتر خلاص بشیم و بریم روستامون. میرم مامان جون، من همه چی رو درست میکنم. ببین منو، از اتاق بیرون نمیری. اگه چیزی هم لازم داشتی از همینجا بگی. نه پسرم، چیزی نمیخوام. خب من رفتم. برو به سلامت. خب چیزایی که تو مزایده آخر گرفتیم و رسید نکردم. به خاطر اونا یه پرونده دیگه درست کردم. بفرمایین. آفرین. خوشم اومد. تو دختر زرنگی هستی. ببخشید. الو؟ بگو داداش. خب میشنوم. که اینطور؟ خیلی خوب، البته که میاییم. باشه، خیلی خوب. باشه، روز بخیر. هنده، بچه ها داشتن ویترین رو ترمیم میکردن، یه سر بهشون بزن. اون خیلی وقت کارش تموم شده، حتی ویترینم منظم کردن. آقا آقا آرتیم درست میگه، بهتره بازم یه سر بزنین. ویترین یکی مشکل داره، اونا رو دوباره ترمیم کنین. حتما. چه خبر؟ داداش زیا فهمیده کی اون عکس‌ها رو برای سیفگی میفرستاده. پس بیا قبل اینکه این موضوع پیچیده تر بشه حلش کن. ویترین خیلی قشنگ شده، دستتون درد نکنه. به خاطر بقیه کارا باید یکم صبر. باشه حتما. برای شب یه جا رزرو کردم. کت و شلوارم آماده بذار. چشم آقا بلال، همشون آماده کردم. میتونی بری. آقا بلال، اون پسری که دربارش بهتون گفته بودم پشت داره.
ببین صبری، دیگه با این کارای الکی و آدمای احمق وقت منو نگیر، فهمیدی؟ بفرستش داخل. ایشون بالاخره قبول کردن، ولی اول میخواد چیزایی که با اتونه رو ببینه. داداش صبری، کار من چی میشه؟ پس یمین تویی؟ چه اسم قشنگی داری؟ ممنون، لطف دارین. برامون از ماردین چی آوردی؟ نه عجله نیست، راحت باش، بشین اونجا لطفا. صبری بهم گفت پسر خیلی باهوشی هستی. لطف دارن. من آدمای باهوشو خیلی دوست دارم. تو کار ما آدم ها نقش خیلی مهمی رو بازی میکنن. این که با یه آدم ابله کار کنی مثل این که روی شن خونه بسازی، آب خرابش میکنه. حق دارین. شما اعتماد کنید که منم بتونم اعتماد کنم، مگه نه؟ دقیقاً. اما کاری که ازت خواستیم و هنوز کامل انجام ندادی. صبری به همینو گفت. کدوم کارو؟ گنج وایسل رو پیدا کردم. یه کوه اونجا هست، همه چی همونجاست. چیزایی که قایم کرده رو با خودم آوردمشون. اگه دنبال جایی واسه استخراج میگردین، من جاشو فکر کنم بلد باشم. خیلی خوب، نشون بده ببینم. خواهش میکنم یه لحظه صبر کنین، نمیتونین اینجوری برین. خواهشان، شما مداخله نکنین. خیر باشه. پلیس. پلیس هم اگه باشه اینجا به نظر طبیله است، همینجوری میای تو؟ به خاطر قاچاق آثار عتیقه باید چند تا سوال بپرسم. نمیدونم درباره چی دارین حرف میزنی. وایسل شما از ماردین میشناسین؟ میشه یکم واضح تر حرف بزنین لطفا؟ ما آقا وایسل رو دستگیر کردیم. کسایی که باش ارتباط دارن و زیر نظر داریم. شما از قبل وایسل رو میشناختین یا نه؟ خیلی معذرت میخوام جناب سروان، اگه اجازتون باشه ما دیگه بریم. از آشنایتون خیلی خوشحال شدم آقای محترم. برو. خیلی خوب، ولی من تا وکیلم نباشه حرفی نمیزنم، مشکلی که نداره. اجازه بدین الان بهشون زنگ میزنم. دخترم به وکیلم زنگ بزن. یمین تو از آسانسور برو، من میام. یه لحظه صبر کن آقا، با تو هم نشنیدی؟ با من بودی؟ آره با تو بودم. سرت انداخته پایین، کجا داری میری؟ نه عجله داشتم، نشنیدم. این چیه دستت؟ هیچی، مامانم یه خورده طلا داشت، میخواستم اینا رو بفروشم. ببیننش. گفتم بده. اینا طلاهای مامانت، میخوای بفروشیش؟ آره جناب سروان، به خدا من بیگناهم، خواهش میکنم بذارین من برم. جناب سروان، به خدا من کاری نکردم، اجازه بدین من برم. جناب سروان. حرف نزن یالا، را بیو زود باش. بیاین بریم. ولی یه چیزو بدونی، من یه تاجرم که به خاطر کشور و مردمم زحمت میکشم و هیچ وقت و به هیچ قیمت به مردمم خیانت نمی کنم. آقا بلال، این حرفاتونو تو کلانتری بگیم، بفرمایید. بفرمایید. داداش دیا؟ سلام. ایلمز. سلام، حالتون چطوره؟ ممنونم، بفرمایید. داداش زیا، ایشون ایلماز هستن، همسایه قدیمی ما. چیزی سفارش دادی؟ اول درباره این موضوع صحبت کنیم، خوردن و نوشیدن واسه بعد. منم باهاتون موافقم. واقعا خیلی نگرانم که این دشمن خائن کی میتونه باشه.
این دشمنی که میگی یکم نگرانم کرده. اتفاقی افتاده؟ ولی اول باید هدفتون رو بفهمم. یعنی این که این آقا واقعا رو حرفش میمونه. باید اول مطمئن بشم. این چه حرفیه دیگه آقا زیا. مشکل من فقط اینه که اون شخصی که این کارو با خانواده‌ام کرده کیه و دلیل این کارش چیه؟ روز و شب برامون نذاشته بود. کمونده بود خانومم به خاطر اون بمیره. باشه، بهتون اعتماد دارم. ممنونم. هارون زیبک، این اسمو قبلا جایی شنیدین؟ نه، من که نشنیدم. خب، درباره این یارو چقدر اطلاعات دارین شما؟ واسه پیدا کردنش یعنی عکسی، آدرسی، چیزی یا سابقه جرمی؟ عکسش نیست، سابقه جرمی هم نداره. ولی آدرسش اینجاست. عالیه. ازت نمیپرسم چجوری آدرس رو پیدا کردی. خب الان به نظرم یه چیزی بخوریم. گارسون یه لحظه بیاین اینجا. یالا لیلا یه بار دیگه هم بهش زنگ بزن. خون سردی تو حفظ کن آبجی ملیسا. میادش آروم باشه کمی. ببین همه به خاطر تو اومدن اینجا. یکم با اونا هم حرف بزن. زیادی بهش فکر نکن دیگه. خوش اومدی. خیلی ممنون. شما هم خوش اومدین. ممنونم. چطوری آبجی لیلا؟ خوبم. بیا این دختر رو بریم یه چیزی بخوریم. یا لازم رود. از خودتون پذیرایی کنید. مهموناتم تو رو یه دقیقم تنها نمیذارن. آره ملیسا. خیلی خوبه. این زن جنت که هست بهش نمیاد واسطش الماس کوچری باشه. فامیلاشه یا رابطه دیگه باهاش داره؟ خیلی صمیمیان با هم. این زن کلن تو خونه اون زندگی میکنه. چه آدمایی پیدا میشه به خدا. هم زنشو هم دوست دخترشو برده توی خونه. کیو میگی؟ کی باشه دیگه؟ همین آقا الماس و این زنی که جنت. یعنی چی؟ یعنی واقعا این زنی که دهاتی دوست دختر آقا الماسه؟ آره. به این دهاتی بودنش گول نخوری. این زن با آقا الماس رابطه داره. خب اینجوری مارم زیر نظر داره. هی ببینین فکر کن دوست دخترشه یا که فقط میخواد باهاش وقت بگذرون. یه لحظه صبر کن. ببین منو، تو منو اصلا میشناسی ها؟ نمیشناسی. تو درباره کسی که نمیشناسی غلط میکنی اینجوری حرف میزنی. نشستی پشت سر من حرف در میاری. خجالت نمیکشی؟ تو چه جور مادری هستی ها؟ چه جور زنی هستی؟ تو باید خجالت بکشی خانم. من چرا خجالت بکشم ها؟ تو چه رویی داری؟ حالا ما مقصر شدیم ها؟ مقصر کسیه که میکنه یا میگه ها؟ حالا منکر شو. شما بگین آقا احمد الماس کوچری واسطه این زنی که نیست. حلیمه تو برو سر کارت. جنت تو هیچی نگو. یالا غذاتونو بخوری. حساب همه تونو میرسم. جنت خانم، جنت خانم. وای خدایا، زنی که یه بی حیا آبرو برام نذاشت. تو رو خدا آروم باشی. به خدا درستش میکنم من. دیگه نمیتونم آروم باشم. اینجا جای من نیست. به خاطر یه قرون پول نمیتونم این همه بدبختی رو تحمل کنم. من دیگه میرم. کارتون برای خودتون. جنت خانم اینا دیگه چجور آدم هایی هن؟ از انسانیت بویی نبردن. چجوری وجدانشون اجازه میده درباره آبرو و حیثیت یه آدم اینجوری حرف بزنن؟ چطور ها؟ چطور وجدانش به این کار راضی میشه؟ به خدا بده. واقعا که گناه داره. وای جنت، وای جنت، جنت ساده. چیزی به اسم انسانیت دیگه نمونده. یادم باشه به حرف هیچ کسی اعتماد نکنم. خدای خودت بهم کمک کن.
همینجاست. الان چی کار کنی؟ صبر کن. سلام. سلام. بفرمایی. بیا بریم تو. بذار ببینیم چی میشه. میبینیم. همیشه یه راه دیگه ای داری گره؟ البته. خیلی خوبه. دارم فکر میکنم امروز قراره چه اتفاقای دیگه بیفته. بذار یه بار اون یارو رو ببینم. معذرت میخوام، ببخشید، نمیدونستم که شما خونه ای. ایرادی نداره، بیا تو. من یه سر به دخترو بزنم. دخترو که نیستن. چی شده؟ کجا پس؟ نه هیچی نشده. لیلا پارتی گرفته، رفتن اونجا. پارتی؟ جوونا که دور هم جمع میشن، موزیک میذارن، نوشیدنی میخورن. نه اونو نمیگم، دخترای منو چی به پارتی. وای خدای من، اونا راه و بلد نیستن، جایی رو ندیدن، هیچ کسم که. نگران نباش، تنها نیستن، دمیر باهاشونه. ولی نمیدونم همیشه کسایی که اطرافشون هست قابل اعتماد هستن یا نه. باید مراقب سه تاشون باشی، واقعا کار سختیه. شما میتونین آدرس دقیق خونه آقا آرتیمو برام یادداشت کنی؟ فکر نکنم بتونه پیدا کنی، مینویسم. یه کاریش میکنم. نه، یا جونت یا یکی دیگه باید برسونتت. تنهایی نمیتونی پیدا کنی. نه نیازی نیست. از اینجا خیلی دوره. اب نداره، خودم میرم. میدونم با هاتون چی کار کنم. دیروز گفتم بدون اجازه هیچ کاری نکنین. حالا من چجوری باید این آدرس رو پیدا کنم؟ داداش ببخشین، شما این آدرس رو بلدین؟ اوه، این چه خیلی دوره آبجی. چی کار کنم؟ از همین ایستگاه سوار شو تا ایستگاه آخر برو، بعد اونجا دوباره سوار ماشین شو، از راننده بپرس بهت نشون میده. ایستگاه آخر. ممنونم.
خونه تر و تمیزه. معلومه داره یکی اینجا زندگی میکنه، اما بازم هیچ سر نخی از خودش به جا نذاشته. آره، معلومه کسی که دنبالشیم آدم زرنگ و کار بلدیه، یا خیلی کار بلده یا اینکه اصلا به چیزی اهمیت نمیده. هرچی که باشه ما بازم به کارمون ادامه میدیم. خب همینجا منتظر میمونیم؟ اینجا؟ آره. جا به این خوبی، خونه به این خوشگلی، کجا بریم؟ خوبه؟ این چیه؟ اعمال نامت. چطور؟ اینو ببین. ببین ببین، قشنگ نگاش کن. این آقایی که اینجا نشسته رو میشناسی؟ به خاطر یه سازمان بزرگ تروریستی تو ترکیه کار میکنه. اون کیه؟ آقا بلاله؟ خودتو زدی به نفهمی، فکر کردی من احمقم بچه جون که هرچی تو بگی رو من باور کنم. آره، آفرین به تو، خیلی خوب داری نقش بازی میکنی. جناب سرهنگ، منو چه به سازمان تروریستی خواهش میکنم ولم کنین. یمین ببین، من روزی 100 آدم مثل تو رو بازجویی میکنم. با 100 آدم حرف زدم، آدم مجرمو از چشماش میشناسم. اگه راستشو بگم تو آدم خوبی به نظر میای. چند دقیقه دیگه جناب سرهنگ خودش میاد. اون کارشو خیلی خوب بلده، زود میفهمه که مجرم کیه. به خاطر دستگیری فقط اظهارات یه نفر کافیه. درباره بلال خانزاده هر چی که میفهمی رو بهتره بگی.